رضاخان شاه ایران شد. او تاج را خودش برداشت و بر سر گذاشت. به افتخارش 21 توپ شلیک کردند. خیابان‌ها مملو از طاق نصرت با عکس‌های رضاخان شدند. ستون‌های چوبی با پارچه‌های مورب به رنگ پرچم ایران تزیین شدند. ادارات تا 3 روز تعطیل شدند. و شب‌ها آتش‌بازی برقرار بود. اسبابانی و نمایش هوایی با هواپیما هزاران چشم را به آسمان کشاند. رضاخان برای قدرت نمایی با کالسکه سلطنتی حرکت کرد و همه برایش هورا کشیدند. آن روز یک شنبه 4 اردیبهشت 1305. اما رضاخان چطور به اینجا رسید؟ چطور یک مسلسلچی قذاب تاج شاهی بر سر گذاشت؟ سرنوشت سلسله قاجار چه شد؟ انگلیس و روسیه کجای ماجرا بودند؟ سال قبل از شلیک توپ برای آغاز سلطنت رضاخان، شلیک گلوله این چهره میرزا رضا کرمانی جشن آغاز 50 سالگی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار را عزا کرد. ناصرالدین شاه با اینکه در 66 سالگی ترور شد، اما یکی از طولانی ترین دوران حکومت تاریخ ایران را به نام خود زد. این دوران طولانی با اینکه ثبات حکومت قاجار را رقم زد، اما بیشتر مواجهه ایران با اتفاقات جهان را هم به دنبال داشت. ناصرالدین شاه هم خودش شاه اولین ها بود و خیلی از اولین ها پایشان در دوره او به ایران باز شد. او 3 بار راهی اروپا شد. خیلی ها هم از اروپا به هوای بازار بکر و محصولات ارزان ایران به اینجا آمدند. نتیجه این رفت و آمدها و تأثیرات آشنایی جامعه ایران با پدیده‌ای به نام فرهنگ بود. مراودات بیشتر توقعات را در برابر ساختار فرسوده و فاسد قاجار بالا بود. جوانان فرنگ رفته فرنگ مآب در کنار بازاریانی که بازارشان در برابر اجناس فرنگی تهدید می‌شد و روحانیان معترض به حضور زیاد فرنگیان ترکیب عجیب در برابر قاجار ساختند. این ترکیب مشروطه طلب می‌کرد و خواهان تأسیس مجلس و محدود شدن اختیارات شاه بود. و مظفرالدین شاه جانشین بیمار ناصرالدین شاه هم فرمان اعطای آن را امضا کرد. ایران اگرچه صاحب مشروطه شد، اما چندی بعد ماجرا جور دیگری رقم خورد. در تبابت مشروطه و آمدن احمد شاه، جنگ جهانی اول آغاز شد و روسیه، انگلیس و عثمانی به ایران ریختند. ایران اشغالی در نبود حکومت مقتدر تعداد زیادی از سکنه‌اش را در قحطی بزرگ از دست داد. در چنین اوضاعی به هم ریخته ای اتفاقی افتاد که بعدها مهم شد. در تهران کمیته آهن تشکیل شد. اعضای این کمیته از وضع به هم ریخته دولت‌ها شکایت داشتند و دولت‌های ناپایدار را علت بدبختی ایران می‌دانستند. اعضای کمیته آهن تصمیم گرفتند دست در دست هم دولتی آهنین و قوی درست کنند و اگر نتوانستند با ترور بزرگان و سیاستمداران
افراد فاسد رو از بین ببرن. سید ضیاءالدین طباطبایی یکی از اعضای این کمیته بود. روزنامه نگاری روحانی زاده که تمایلی به مسائل مذهبی نداشت، اما قلم تند و تیزی داشت. در روزنامه شرق و رد مخالفانش را مینواخت و درباره فواید همکاری با انگلیس مینوشت. اما سرنوشت سید ضیاء و کمیته آهن را به مردی دیگر گره زد. قصه این دو مرد در جای خارج از ایران نوشته شد. نسخه تازه را در لندن پایتخت انگلیس نوشتند. اما انگلیسی ها سرمست از نتیجه دلخواه جنگ اول جهانی بودند. یک سال بعد از پایان جنگ جهانی اول قراردادی با وثوق الدوله نخست وزیر وقت ایران بسته شد که اداره همه امورات ایران به انگلیس واگذار شود. قراردادی که به قرارداد 1919 یعنی سالی که قرارداد در آن امضا شده بود معروف شد. مخالفت مردم احمدشاه و اشغال شمال ایران توسط روس‌ها باعث شد تا قرارداد اجرا نشود. نسخه قرارداد 1919 که اجرا نشد، انگلیس نسخه کودتای 1920 میلادی یعنی همان کودتای سوم اسفند 1299 شمسی را کلید زد. اگر وزارت خارجه انگلیس طرفدار تحت الحمایگی ایران با قرارداد 1919 بود، کمپانی هند شرقی معتقد بود تحقق این کار باید به دست عناصر ایرانی باشد و همین هم شد. نسخه انگلیس را این چهره این گونه با خود از میان تنگه‌های برف گرفته غرب ایران آورد. او ژنرال ادموند آیرونساید بود، نظامی کارکشته که سالها سابقه جنگیدن در چپه‌های مختلف جنگ جهانی اول از مجارستان تا عراق را داشت. او به ایران آمده بود تا مقدمات خروج نیروهای انگلیس از ایران را بچیند. آیرونساید می‌خواست وقتی نیروی نظامی انگلیس از ایران بیرون می‌رود، خیالش راحت باشد که ایران وضعیتی محکم دارد. آیرونساید برای پیدا کردن فرد مورد نظر در ایران چاره‌ای نداشت جز اینکه به این دو چهره مراجعه کند. یکی اردشیر ریپورتر، کارگزار اصلی شبکه‌های اطلاعاتی مخفی انگلیس در ایران، و دیگری عین الملک هویدا، پدر امیر عباس هویدا و از فعالان بهایی که رابطه نزدیکی هم با سفارت انگلیس داشت. انگلیس‌ها می‌خواستند فرد مورد نظرشان قصاق باشد و قطعا مذهبی پایبند و شیعه خالص نباشد. به دستور کلنر فریزر انگلیسی، بیشتر روزهای هفته صبح منزل عین‌الملک که از متنفذین فرقه بهایی بود و با وی سوابق دوستی و صحبت داشتم می‌رفتم. در آنجا با اردشیر جی رپورتر آشنا شدم. اردشیر روزی به عین‌الملک گفت: از شما خواهش مندم که با محفل بهاییان به مشورت بنشینید و از آنها بخواهید تا صاحب منصبی بلند قامت و خوش قیافه پیدا کنند و به شما معرفی کنند و شما آن صاحب منصب را با من آشنا کنید، اما به دو شرط. اولا اینکه آن صاحب منصب نباید صاحب منصب ژاندارم باشد و حتما باید صاحب منصب قزاق باشد. ثانیا شیعه اثنا‌عشری خالص نباشد. این مورد آخر را ریپورتر دوباره تکرار کرد. اردشیر ریپورتر سعی کرد تا رضاخان را با فرهنگ ایران باستان آشنا کند و او را منجی آینده ایران بخواند. اردشیر ریپورتر به رضاخان میگفت که بازگشت به ارزش‌ها و فرهنگ دوره باستان و کنار گذاشتن مسائل دست و پاگیر اسلامی باعث پیشرفت ایران خواهد شد. رضاخان در روزهایی که آیرونساید و ریپورتر دنبالش بودند در قزوین بود. رضاخان که زورش به میرزا کوشک‌خان جنگلی در گیلان نرسیده بود تا قزوین عقب نشینی کرده بود. او اینجا در گراند هتل قزوین با آیرونساید و سرهنگ سمایس و یک افسر انگلیسی دیگر ملاقات کرد. آیرونساید هم می‌خواست مطمئن شود که بعد از ترک ایران گزینه خوبی در ایران روی کار می‌آید.
کاروان قزاق‌ها در آخرین روز بهمن 1299 به سمت تهران حرکت کردند. سه روز بعد قوای قزاق به تهران رسیدند. اما این بازی نظامی احتیاج به بازی سیاسی هم داشت که بتواند هرج و مرج سیاسی پایتخت را مهار کند. بازی سیاسی سید ضیا بود که به رضاخان پیوست و راهی تهران شد. حالا دو چهره که قبلا ارادت عملیشان را به انگلیس نشان داده بودند در یک مسیر قرار گرفتند. رضاخان و سید ضیا در روزهای وارد تاریخ ایران می شدند که کشور کاملا از هم پاشیده بود. تهران بعد از چند درگیری مختصر تسلیم شد. احمدشاه در کاخ فرح‌آباد پناه گرفت. سردار رشدی نخست وزیر وقت به سفارت انگلیس رفته بود. تهرانی‌ها کاغذهای حاوی 9 ماده را بر در دیوار شهر دیدند که با عبارت باک میکنم آغاز شده بود و با کلمه رضا تمام میشد. حکمی که سید ضیا نوشته بود و رضا امضایش کرده بود. سید ضیا به تنهایی پیش احمدشاه رفت. اول خواست تا به جای حکم نخست وزیری برایش حکم دیکتاتوری بزند. از نظر سید ضیا دیکتاتوری برعکس آنچه جا افتاده بود اصلا معنی بدی نداشت. احمدشاه با این پیشنهاد مخالفت کرد، اما برای سید ضیا حکم نخست وزیری نوشت. او بدون اینکه بداند سردار سپهی چیست، حکم سردار سپهی رضاخان را هم امضا کرد. سردار سپه عبارتی بود که خود سید ضیا درست کرده بود تا مقام رضاخان را بالا ببرد. کابینه کودتا چند عکس یادگاری هم با شاه جوان کش نقشی در ترکیب آن نداشتند. اولین کار دولت سید ضیا دستگیری حدود 70 چهره معروف بود، از شاهزادگان قاجاری مثل فرمانفرما تا نمایندگان مجلس مثل مدرس به زندان افتادند تا کسی علیه دولت جدید کاری نکند. ایران هیچ واکنشی به بازداشت گسترده چهره‌های نامدارش نداشت. مرگ تعداد زیادی ایرانی در قحطی بزرگ جنگ جهانی اول، سرخوردگی از نتایج مشروطه و انفعال دربار و شاه و جنگ زرگری سیاسیون جامعه را از حس و حال انداخته بود. بیست و شش روز بعد از کودتا نوروز از راه رسید. زندان‌ها پر از سران شده بود و کسی نبود تا در اولین روز سال 1300 مجیز شاه قاجار را بگوید. اما در میان این سکوت مردی پیش آمد و سکوت گلستان را شکست. آن مرد رضاخان بود. در نوروز سوت و کور کاخ گلستان او به دیدار احمدشاه رفت. احمدشاه جوان با خوشحالی شمشیری مرصع به رضاخان داد تا کم کم پای رضاخان بیشتر به کاخ باز شود. این رفت آمد به نفع این چهره، یعنی سید ضیا نبود، چون رضاخان عملا داشت شاخهای خودش را محکم میکرد، که البته محکم هم کرد. رضاخان وزیر جنگ دولت‌های بعد شد. او از یک طرف دل احمدشاه و قزاق‌ها را به دست می‌آورد و از طرف دیگر قدرت شخصیش را زیاد می‌کرد. روزنامه‌ها هم با کاریکاتورها و مطالب گوناگون از او حمایت می‌کردند و او را منجی ایران لقب می‌دادند. دولت سید ضیا 90 روز بیشتر دوام نیاورد، اما در همین مدت کوتاه املاک و اموال فراوانی به نام سردار سپه دولت یعنی رضاخان زده شد. شاهزادگان قاجار برای رهایی از زندان آنچه داشتند به نام رضاخان کرده بودند. سید ضیا که قافیه را به رضاخان باخته بود، بعد از برکناری از ایران خارج شد و به فلسطین رفت. به این ترتیب رضاخان با ترکیب مصادره اموال بزرگان، قدرت نظامی قزاقان، ترس احمدشاه و دولت‌های لرزان از نردبان قدرت به سرعت بالا رفت.
رضا خان در آبان 1302 نخست وزیر شد. احمد شاه حکم به نخست وزیری رضا خان داد و خودش راهی اروپا شد. رضا خان تا مرز همراه احمد شاه بود تا کسی نزدیکش نشود. او آخرین شاه قاجار را تحت مراقبت شدید از مرز عبور داد. این آخرین حضور احمد شاه قاجار در ایران بود. رضا خان بعد از فرستادن احمد شاه به فرنگ عملا صاحب کاخ گلستان شده بود. او دنبال یک دست کردن قدرت و جمع کردن آن در دست خودش بود. برای همین قشرهای سنتی مثل عشایر و روحانیون و بازار را سرکوب کرد. در کنار این سرکوب افرادی باهوش که بوی تغییرات را حس کردند دورش حلقه زدند. فرنگ رفته‌های جوان مانند تیمورتاش، نصرت دوله فیروز، علی اکبر داور، علی اصغر حکمت، محمد علی فروغی دورش کردند تا نظرات متجدد خودشان را با زور رضاخان وارد جامعه ایرانی کنند. کلاه پهلوی و کت شلوار به پیشنهاد تیمورتاش عمومی شد. علی اکبر داور ساختار قضایی اروپایی را برقرار کرد. فروغی دم از تشکیل جمهوری زد. این حلقه که فرهنگ سنتی مردم و دینداری را عامل عقب ماندگی ایران می دانستند، در پناه قدرت نظامی رضاخان و در خلأ بعد از مشروطه در مقابل روحانیت و عشایر و بازاریان می ایستادند. حتی که به روحانیان مسخره کردن قومیت ها با جوک های مختلف نمونه تخریب بود. از طرف دیگر رضاخان به عنوان حلال مشکلات، دیکتاتور مصلح و موسولینی زمان نامیده شد. اعلام جمهوری در ترکیه باعث شد تا رضاخان هم بخواد همین نسخه را در ایران اجرا کند. بیان که بدانند معنی دقیق جمهوری چیست. مدرس که رضاخان را تنها در مسند نظامی مفید می دانست مخالف ورود او به سیاست بود. هیاهوی موافقان و مخالفان جمهوری در اواخر سال 1302 به اوج رسید. اینجا رضاخان در میان طرفداران جمهوری حضور دارد. طرفدارانی که هم در مجلس و هم در مدرسه نظام جمهوری را جایگزین قاجار و رضاخان را اولین رئیس جمهور ایران می‌خواندند. رضاخان شخصا در مجلس با معتمدالملک رئیس مجلس و نمایندگانی مثل مدرس درگیر شد که البته به ضررش تمام شد. سرانجام یاران مدرس توانستند قائله جمهوری را جمع کنند. آنها میگفتند یک شاه مشروطه از یک جمهوری نظامی بهتر است. احمدشاه که در اروپا بود رضاخان را از نخست وزیری عزل کرد. رضاخان بعد از این ماجرا استعفا داد، قهر کرد و به ملک شخصیش در رودهن رفت. فرماندهان قزاق صدها نامه فرستادند. آنها تهدید کردند که اگر رضاخان به تهران بر نگردد به تهران لشکرکشی میکنند. در ماجرای نامه ها حلقه دیگری که دور رضاخان را گرفته بودند مشخص شدند. حلقه قدیمی از یاران قزاق مانند امیر احمدی، طهماسبی، آیرم و زاهدی که رأس قدرت نظامی شده بودند. حلقه فرنگ رفته‌های رضاخان رفتن او را بحران داخلی بزرگی برای ایران معرفی کردند. روزنامه شفق سرخ نوشت پدر وطن رفت. آنها می‌گفتند اگر رضاخان نباشد ایران از هم می‌پاشد. سرانجام با رأی مجلس و دلجویی‌ها رضاخان برگشت. او خیز برداشت تا سریع‌تر کار قاجار را تمام کند. اما شرط شاهی وصل شدن به یک عقبه مهم بود. حلقه روشنفکران و فرنگ رفته او را به دودمان کیانی قبل از اسلام گره زدند و تصمیم گرفتند تا نام فامیلی پهلوی را روی رضاخان بگذارند.
بنابراین که این نام فامیل در ایران بی همتا باشد، محمود پهلوی مورخ معروف را مجبور کردند تا فامیلش را عوض کند. محمود پهلوی هم به نشانه اعتراض نام کوچک خود را نام فامیلش گذاشت و محمود محمود شد. اقامت 2 ساله احمدشاه در اروپا و ثبات 2 ساله نخست وزیری رضاخان باعث شد تا مجلس حکم به برکناری قاجار بدهد. بنا به قانون اساسی مشروطه، برای تغییرات بنیادین در ساختار سلطنت نیاز به حکم مجلس مؤسسان هم بود. مجلسی از سران و نمایندگان تا درباره آینده تصمیم بگیرند. سال 1304 260 نفر برای حضور در مجلس مؤسسان زیر طاق تکیه دولت تهران جمع شدند. مجلس مؤسسان در 3 جلسه حکم بر عزل احمدشاه داد و رضاخان را جای او نشاند. رضاخان در این مجلس سخنرانی کرد و بعد در مجلس شورای ملی سوگند شاهی خورد. نمایندگانی که حکم به عزل قاجار دادند برای تبریک به خانه رضاخان رفتند. این تصاویری از اولین سلام نوروزی رضاخان در نوروز 1305 است. حالا رضاخان همه کار ایران بود. رضاخان تیمورتاش را وزیر دربار تازه‌اش کرد و کاخ گلستان را به طور اساسی تکان داد. در خیلی از اتاق‌ها گل گرفته شد و تابلوهای زیادی از دیوارها پایین آمد. رضاخان با عصا به هر درختی می‌کوبید، تبرداران آن را قطع می‌کردند. بهانه او ساختن مسیر برای ماشین‌های سلطنتی بود، اما او هر چه قدمت و گذشته داشت ویران کرد. کاخ گلستان 5 ماه در حال تغییر و تحول برای اجرای مراسم تاجگذاری بود. به دستور تیمورتاش و به سبک اروپایی 20 زرگر تاج جدید شاهی را ساختند. عبدالوهاب زردوز شنل ترمه سفید را مروارید دوزی کرد. خیابان ها مملو از طاق نصرت با عکس های رضاخان شد. ستون‌های چوبی با پارچه‌های مورب به رنگ پرچم ایران تزیین شدند. ادارات تا 3 روز تعطیل شدند و شب‌ها آتش‌بازی برقرار بود. یک شنبه 4 اردیبهشت 1305 رضاخان بر روی تخت نادری در تالار تاجگذاری کاخ گلستان خودش تاج شاهی را از تیمورتاش گرفت و بر سر گذاشت. محمد رضای 7 ساله هم که ولیعهد شده بود کنار تخت ایستاده بود. تا تاج بر سر رضاخان رفت، 21 توپ در میدان مشق شلیک شد. رضاخان حالا شاه ایران بود. رضاخان تا میان سالگی ساکن قزاقخانه بود. برای همین خوی نظامیگری در خونش بود. او تنها آداب نظامی میدانست. وقتی در مسیر شاهی قرار گرفت، میبایست مردانی او را آماده این ردا میکردند. بین همه یک نفر بود که بیشتر از بقیه به رضاخان نزدیک شد. مردی که یک تنه بار یاد دادن امور روزمره را به رضاخان بر عهده گرفت. مردی که برای رضاخان دربار و تاج شاهی ساخت، لباس مردم را تغییر داد، حزب و کلوب را انداخت، کلاه پهلوی بر سر ملت گذاشت و نخستین لایحه اصلاح دستگاه قضایی را به مجلس برد
و علی‌رغم مخالفت‌ها به تصویب رسید. عبدالحسین تیمورتاش داشت.